سلام می کنم خدمت دوستداران و علاقمندان کانال عشق بافتنی. طاهره هستم با آموزش جدید و سری آموزش های بافتنی 2 میل در خدمت شما عزیزان. اگر تازه کانال ما رو پیدا کردید، من توی این کانال انواع مدل بافتنی 2 میل با نقش های جذاب و دیدنی رو بهتون آموزش میدم. پس اگر به بافت علاقه دارید، حتما از پایین همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا آموزش های جدید ما به دستتون برسه. امروز در خدمتون هستم با این مدل بسیار زیبا و راحت. امیدوارم که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. برای بافت این مدل احتیاج داریم به دونه های از مزرعه 3 به اضافه 2 تا دونه برای حاشیه که من برای نمونه اینجا 14 تا دونه سر انداختم. نکته ای که قبل از شروع آموزش در مورد این پترن باید بهتون بگم این هستش که این پترن از قسمت پایین لول میشه. به خاطر همین برای اینکه این اتفاق نیفته حتما ابتدای کارتون رو با کشباف شروع بکنید که من اینجا چند رج کشباف بافتم. رج اول دونه حاشیه‌مونی که برداشتیم 1 شده و دونه بعدی نبافته برداشته میشه و 2 تا به زیر. مدلمون رو تکرار میکنیم، 1 شده، 1 نبافته، نخ پشت کار هستش و 2 تا به زیر. دوباره 1 شده، نخ پشت کار، دونه نبافته برداشته میشه و 2 تا زیر. ژوته، دونه نبافته و 2 تا دونه به زیر. اینم دونه حاشیه هستش. تو رج دوم دونه حاشیه رو که برداشتیم، دونه هایی که از رو هستن رو به رو می بافیم. دونه ای که همراه با ژوته هستش نخ روی کار نبافته، دوتاشون با هم برداشته میشن. دوباره 2 تا به رو، نخ روی کار، 2 تا دونه رو نبافته بر می داریم. 2 رو، نخ روی کار، دونه ها نبافته برداشته میشن. 2 تا رو، نخ روی کار، 2 دونه با هم نبافته برداشته میشه. اینم دونه حاشیه هستش. رسیدیم به رج سوم. توی این رج مدلمون باید پیچ بندازیم. برای این کار 2 تا دونه اول رو نبافته بر می داریم، نخ پشت کارمون هستش. 2 دونه بعدی به صورت ساده از زیر بافته میشه. حالا این 2 تا دونه رو ببینید، از روی کار 2 تا دونه ای که نبافته بودیم رو وارد میله سمت چپ می کنیم. این دونه ها رو رها می کنیم و از پشت وارد میله سمت راست می کنیم. حالا 2 دونه ای که روی میله سمت چپمون هست رو با هم از زیر یکی میکنیم. به این صورت نخ پشت کار، این 2 تا دونه نبافته برداشته میشه. 2 دونه بعدی به صورت ساده از زیر بافته میشه. دونه های نبافته از روی کار وارد میل سمت چپ میشن. دونه ها رو ببینید، به این صورت دونه هایی که بافتیم رو رها میکنیم و از پشت کار وارد میل سمت راست میکنیم. حالا این 2 تا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی میکنیم. دو دونه نبافته، 2 تا رو به زیر میزنیم. حالا جابجا میکنیم. دونه هایی که نبافتیم رو از روی کار وارد میله سمت چپ میکنیم و به این صورت با هم دیگه از زیر یکی میشن. اینم دونه حاشیه هستش. رسیدیم به رج چهارم. توی رج چهارم دوباره پیچ ستایی به سمت راست داریم. برای این کار نخ رو میاریم روی کار، دونه اول رو نبافته ببینید به این صورت بر میداریم. 2 دونه بعدی رو از رو میبافیم. حالا از پشت کار دونه ای که نبافته بودیم رو وارد میل سمت چپ میکنیم. این دونه ها رو رها میکنیم و از روی کار وارد میل سمت راست میشن.
دونه رو از رو می بافی به این صورت. پس پیچ ستایی به سمت راست هستش، دونه اول نبافته برداشته میشه، نخ روی کارمون هستش، دو دونه بعدی از رو بافته میشن. از پشت کار دونه نبافته وارد میل سمت چپ میشه، این دونه ها رو رها میکنیم و از روی کار وارد میل سمت راست میشن. حالا دونه ای که روی میل سمت چپ هست رو از رو میبافیم. دونه نبافته، دو دونه بعدی از رو بافته میشه. از پشت دونه ها جابجا میشن. دونه نبافته، دو تا به رو، از پشت کار دونه نبافته رو وارد میل سمت چپ میکنیم و از رو میبافیم. اینم دونه حاشیه هستش. خب دوستان عزیز، مدلمون توی 4 رج تکمیل شده. شما اگر بخواید بافت ادامه بدید، از رج اول تا رج 4 رو باید تکرار بکنید. متشکرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید و با دوستاتونم که به بافتن علاقه دارن به اشتراک بذارید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.